مشایق اربعین، مراسمی که نماد و هویت بیش از هزار ساله شیعیان عراق است، اما با جفای برخی رسانه ها حقایق آن وارونه جلوه داده شده است. این روزها تبلیغات منفی و غیر منصفانه ای به شکلی چند سویه زیارت اربعین را نشانه گرفته است. زیارتی که قدمتی بیش از هزار سال دارد و به عنوان یکی از هویت های اصلی و نمادهای شیعیان عراق شناخته می شود و همواره مردمی بودن خود را حفظ کرده و از دخالت های دولت عراق نیز در برپای آن توسط شیعیان عراق به شدت جلوگیری شده است. اما برخی اراده ها تلاش بر آن دارد که این مراسم را که شاید مردمی ترین و خالصانه ترین حرکت خودجوش مذهبی در دنیا است و وابسته به مراکز دولتی معرفی نماید، واقعیتی که با حقیقت فرسنگ ها فاصله دارد. گزارش امروز ما پرده از واقعیت این ماجرا برمی دارد و امید است بتواند در کشف حقایق برای افکار عمومی دنیا تأثیر گذار باشد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. به گفته مهداد بصرپاش، وزیر راه و شهرسازی، برای این ویدیو تنها نمونه ای از صدها ویدیو و کلیپی است که با حجم فراوان طی یکی دو ماهه اخیر زیارت اربعین را نشانه گرفته و با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و آمار اشتباه افکار عمومی را به سمت سوی غیر واقعی سوق می‌دهد. اما واقعیت آن است که این اجتماع مذهبی که از آن در عراق تحت عنوان مشایع اربعین یاد می شود، سنتی است که بیش از هزار سال در میان شیعیان عراق رواج دارد و به یکی از نمادهای اصلی و هویت تغییر ناپذیر و فرهنگ مردم شیعه این کشور تبدیل شده است. مشایع که به معنای پیاده روی زائران اربعین حسینی می باشد، از آیین‌های شیعی در عراق است که در روزهای منتهی به 20 صفر برگزار می شود و یکی از سنت‌های مذهبی رایج در میان شیعیان عراق است که از گذشته‌های بسیار دور با قدمتی چند صد ساله محبان اهل بیت از نقاط مختلف عراق به طرف کربلای معلا و با هدف زیارت اربعین حرکت می کردند. این تصویر یک نمونه از برپایی این سنت دیرینه در میان شیعیان عراق در 107 سال قبل را نمایش می‌دهد و البته این اجتماع پرشور تا صدها سال پیشتر هم میان مردم شیعه عراق رواج داشته است. در زمان حکومت صدام محدودیت‌هایی در اجرای این مراسم اعمال شد، ولی با سقوط حزب بعث در سال 2003 میلادی این مراسم دوباره احیا شد. در سالهای اخیر میلیون ها نفر در این راهپیمایی شرکت می کنند به گونه ای که این رویداد را بزرگترین گرد همایی سالانه مذهبی در جهان دانستند. استاندار کربلا پیش بینی کرده که امسال تا 30 میلیون نفر در این کنگره عظیم مذهبی شرکت کنند. عشایر حاشیه رود فرات در ایام مراسم پیاده روی چادرهای بزرگی در مسیر پیاده روی برپا می کنند که به آنها موکب یا مضیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند. هیئت‌ها و مؤسسات و مجموعه های مذهبی عراق موکب های بسیاری برپا می کنند و به صورت رایگان به زائران خدمات می دهند. مدیریت موکب‌ها به شکل مردمی و مستقل از دولت‌ها انجام می‌شود. جالب توجه آنکه اگرچه برخی از موکب‌داران را افراد متمول و ثروتمند شیعه عراقی شامل می‌شود، اما عمده موکب‌داران از قشر متوسط شیعیان عراق و حتی بعضاً فقرا هستند که گاه برای تأمین مخارج زندگی شخصی خود دچار مشکل هستند. اما در بحبوحه ایام اربعین برای تأمین مخارج موکب‌های خود یا پول قرض می‌کنند یا وسیله نقلیه و فرش زیر پا و یا هر آنچه که از وسایل ارزشمند خانه‌هایشان بتوانند آنان را در برپایی موکب یاری دهد به فروش می‌رسانند تا بتوانند از زائران حسینی پذیرایی نمایند، چرا که پذیرایی از زائران سید الشهدا را باعث افتخار برای خود و موجب برکت رزق و روزی خیش میپندارند. کاش دوربین ها و برخی از چشم هایی که حواشی زیارت اربعین را میبینند و با سیاه نمایی در دنبال برجسته نمودن برخی اتفاق ها از جمله حوادث رانندگی هستند، این گونه صحنه های شوانگیز را هم میدیدند.
زنی از شیعیان عراقی که با کمال تواضع و فروتنی از زائران حسینی با خواهش و تمنا می‌خواهد از دسترنج و نظر او استفاده کنند. یا پیر مردی که از قدم گذاشتن اولین گروه از زائران سید و شهدا بر خاک کشورش شادمان است و بر صورت و پیشانی و شانه آنان به عنوان زائران حسین بوسه میزنند و افتخار میکند که توفیق خدمت به زائران سرور و سالار شهیدان را پیدا کرده است. خانواده ای عراقی هم شرمنده امام حسین علیه السلام هستند و به شدت میگریند که به دلیل شدت فقر امکان پذیرایی بهتر و مناسبتر از زائران حسینی را نداشته و تمام دار و ندارشان که چند قرص نان است که آن را هم در طبق اخلاص نهادند. در اینجا هم خانواده‌ای که تمام اعضای آن در موکبی از زائران پذیرایی می کردند به شدت می گریند و می گویند آه که بدبخت شدیم و توفیق از ما سلب شد و دیگر در مسیر این جاده زائری برای رفتن به حرم سید و شهدا تردد نمی کند. در اینجا هم پسر بچه ای از اهالی اطراف شهر دیوانیه عراق که با دیدن فیلم های مشایه و تصور اینکه از هر جاده مشایه می گذرد در کنار این جاده خاکی موکب زده و به انتظار عبور زوار نشسته، اما دریغ از یک زائر. در اینجا هم به صورت خودجوش و ابتکاری جمعی با تشت و آب خنک پاهای خسته زائران را می شویند و با حوله پاک می کنند، بلکه با زدودن گرد و خاک از این قدم هایی که در مسیر زیارت ابا عبدالله گام برداشتن ثواب و بهره‌ای برده باشند. پیرزنی قد خمیده در مسیر زیارت اربعین آهسته آهسته گام بر می دارد. زنی که راه رفتن عادی برای او مشقت دارد، اما با واکر و مشقت فراوان قدم در مسیر مشایه اربعین گذارده است. و جوانانی که داوطلبانه آمدن تا با ویلچر زائرانی را که امکان طی مسیر با پای خود را ندارند، به ویژه مردان و زنان سال خورده و از پا افتاده را برای رسیدن به صحن و سرای حسینی همراهی کنند. یا کودکان دختر و پسری که ایستگاهی برپا کرده و عرق از پیشانی زائران حسینی پاک می کنند و لب تشنه آنان را سیراب می کنند. واقعا در کجای این کره خاکی این گونه مهمان را اکرام می کنند؟ یا کدام چشم و دوربین می تواند شور و شوق این کودک را از بخشش متاع اندک او به زائران حسین نبیند و باور نکند که او تمام هستی خود را برای بذل در راه حسین به میدان آورده و از آن چند جام می دهد از ته دل شادمان است؟ یا جوانی که مادر بیمار و رنجور خود را بر عرابه ای سوار کرده تا بتواند او را همراه خود در مسیر زیارت اربعین بیاورد؟ موکب های اهل تسنن و حتی پیروان سایر ادیان هم در این میان که جلوه هایی از دلدادگی خود به حضرت سید و شهدا را به نمایش می گذارند و هر آنچه را که دارند در طبق اخلاص می نهند. و سرباز عراقی که به زائر ایرانی که دستانش سالم نیست با دستهای خود آب و غذا می دهد و بر این کار خود در خدمت به زائر سید و شهدا افتخار می کند. آیا اخلاص و شور این کودکان را می توان نادیده گرفت و از کنار آن با بی تفاوتی عبور کرد؟ فقط عشق و شور وصف ناشدنی به امام حسین علیه السلام می تواند بر این هوای گرم و مسیر طولانی این پیاده روی غلبه کند و سختی این راه را برای عاشقان حسینی آسان و گوارا جلوه‌گر نماید. مسیر نجف تا کربلا در طریق یا حسین آنچنان شلوغ و همراه با ازدحام است که در این 80 کیلومتر به سختی می توانی قدم برداری و مسیر را به راحتی طی کنی. مشایعه سالانه اربعین حسینی در عراق حرکتی خودجوش و مردمی و یک رخداد مذهبی با قدمتی بیش از 1000 سال است که اصلا ربطی به هیچ دولتی نداشته و کاملا مردمی است. این پیاده روی تاریخی از ابتکارات شیعیان عراقی است که طی هزاره جاری با اخلاص وصف ناپذیری در دهه دوم ماه صفر آن را با خلوصی مثال زدنی برگزار می نمایند. کاربر ایرانی در فضای مجازی نوشته است: کرایه رفت تا مرز با زائر،
کرایه مرز تا نجف با زائر، کرایه هتل نجف و کربلا با زائر، پذیرایی غذا میان راه با موکبداران عراقی، کرایه برگشت تا مرز با زائر، کرایه پارکینگ بیابانی مرزها با زائر، بلیت هواپیما چندین برابر، کرایه اتوبوس دو برابر، موکب‌های ایرانی 99% مردمی، دولت ایران چه هزینه‌ای می‌کند؟ در طول سال‌های متمادی تلاش بر این بوده که پذیرایی از زائران اربعین و تهیه امکانات لازم برای برپایی مشایع و زیارت اربعین و اهتمام بر این شعیره عظیمه به شکل مردمی صورت پذیرد. لذا هیچ دولتی در برپایی این سنت دیرینه بیش از 1000 ساله شیعیان عراقی دخالتی ندارد. شاید بتوان گفت که بیش از 90% موکب‌ها و همچنین پذیرایی‌ها از زائران اربعین و تهیه امکانات لازم برای برپایی مشایع بزرگ اربعین و اهتمام بر این شعیره عظیمه توسط مردم عراق صورت می‌پذیرد و البته درصد کمی هم در این میان طی چند سال گذشته شامل برخی از مساعدت‌ها و موکب‌های مردمی است که از دیگر کشورها از جمله ایران، افغانستان، هند و پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت می‌پذیرد. علی اکبری، اخبار شیعه. عباس معینی، فعال سیاسی و مدنی از تهران با ما هستند. جناب آقای معینی، سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابعالی، همکاران محترم و عزیزتون و بینندگان عزیز و گرامی که شاهد برنامه شما و تصویر من هستن. بزرگوارین، جناب آقای معینی، به نظر شما چرا رسانه ها در رابطه با مشایع اربعین سیاه نمایی و برخی حواشی مانند حوادثی نظیر حوادث رانندگی را پررنگ و سعی در انحراف از خان عمومی از اصل ماجرا دارن؟ بفرمایید. ابتدا اجازه بفرمایید که در این روز عزیز سلامی عرض کنیم خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان که جان خودشون رو در راه روشنگری و احیای دین اسلام و همان اسلام محمدی بود فدا کردن. خدمتتون عرض کنم که برگردیم به همین گزارش برنامه شما. وقتی که ما حسین رو به عنوان یک چراغ هدایت می‌بینیم، باید اعتقاد داشته باشیم که خداوند متعال چراغ هدایت رو از روی زمین حذف نخواهد کرد. چراغ هدایت روشن بودنش و بقاش توسط خود خداوند تضمین شده. حسین نوری است که هرگز خاموش نخواهد شد و بشریت از این چراغ هدایت همواره استفاده کردند و حسین مصادره شدنی نیست. حسین راهی است که برای روشنگری و راهی رو برای روشنگری و احیای دین رفته و ما هم اگر انتظار داریم که در این مسیر حرکت کنیم، نباید اجازه بدیم که حضرت حسین علیه السلام مصادره به مطلوب بشه. هر کسی که اگر بخواد این راه رو و این نام رو و این حرکت رو و این مشایع اربعین رو و حتی واقعه عاشورا رو مصادره به مطلوب بکنه، باعث ایجاد یک تقابلی با یک طرف دیگری خواهد شد. بالاخره ما باید بپذیریم که هر طیفی، هر گروهی، هر جناحی، هر حکومتی اگر بخواد بهره برداری، استفاده و خدای نکرده سوء استفاده از مسیر حسین، نام حسین علیه السلام داشته باشه، باعث میشه که یک تقابلی ایجاد بشه با جناحی که اون نگاه و دیدگاه رو نمیپذیره. امروز متاسفانه بهره برداری ها
از این اتفاق، حتی از اتفاق خود عاشورا، از واقعه خود عاشورا باعث شده رسانه هایی که با من یا با شما یا با یک حاکمیتی یا با حاکمیت ایران زاویه دارن، وقتی ببینن من به عنوان یک آدم مذهبی هیئتی مصادره به مطلوب میکنم این راه رو و فاصله میگیرم از اون مسیر واقعی حضرت امام حسین علیه السلام، میان همین مواردی که فرمودین مصادره به مطلوب میکنن، اونها هم واقعی مثل تصادف رو که به جا هم فرمودید در مسافرت های مثل تعطیلات عید نوروز در ایران هم اتفاق میفته و در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، این رو بزرگ نمایی میکنن. در حقیقت این یک تقابلی است با کسانی که ابتدا به ساکن شروع کردن و این واقعه مردمی رو که صحیح هم فرمودید از 1000 سال پیش در عراق به اصطلاح به صورت شروع شده، این رو مصادره به مطلوب کردن، میان یک تقابلی با اون ایجاد بکنن و به اصطلاح شاید این رو با نگاه خودشون میخوان که اون مصادره به مطلوب شدن این راه رو باش مقابله بکنن. اما واقعیت این هست که هیچ کسی در دنیا نیست غیر از دشمنان واقعی حسین که اونها هم چیزی جز یزیدی نیستن، هیچ کسی نیست که با نام امام حسین علیه السلام و راه امام حسین و هدف امام حسین موضع داشته باشه. برای بهتر دیده شدن صحنه‌های مردمی و شور و شوق شیعیان عراق نسبت به تکریم زائران سید الشهدا و آگاه شدن مردم دنیا از این حقایق چه توصیه‌ای دارید؟ بفرمایید. ببینید من این رو عرض کنم که هیچ تفاوتی بین زائران و خادمان، مجابران، موکبداران چه ایرانی چه خارجی و به اصطلاح چه عراقی چه کشورهای دیگه نباید قائل شد. ما بایستی اعتقاد داشته باشیم که اگر کسی خدمتی میکنه به همون صورت خود مردم مشاهده خواهند کرد و خود مردم تشخیص خواهند داد و خود جهانیان همونطور که علی علیه السلام رو شناختند حسین علیه السلام رو هم شناختند. ما بایستی اتفاقا جلوگیری کنیم از ایجاد تقابل، ما بایستی جلوگیری کنیم از اینکه این نهاد اجتماعی که ایجاد شده از حالت مردمی بودنش خارج بشه. اگر که حکومتی بشه، یک اتفاق حکومتی هیچ وقت پایدار نخواهد بود. اگر میخوایم دیده بشه باید روشن بکنیم که فاصله بین مردمی بودن و حکومتی بودنش رو. من پیشنهاد مشخصم این هستش که اگر کسی مدعی هستش که به صورت حکومتی داره خدمت میکنه، از طرف هر کشوری هر حاکمیتی داره توی این مسیر خدمت میکنه و هزینه میکنه، اونجا بالا سر موکبش بزنه دولت فلان کشور، دولت ایران، دولت پاکستان و خدمات مردمی، مثل ما اتفاقات اجتماعی رو که داریم در سیل زلزله میزنن کمک‌های مردمی. موکبداران هم میتونن اونجا اعلام بکنن که موکب مردمی فلان شهر یا موکب مردمی فلان هیئت، این مشخص بکنه. ضمن این که فرمودید دولت ایران در گزارش بود که چه هزینه ای میکنه، اتفاقا یکی از اشکالات همین هزینه کردنه که باعث میشه که خیلی از مردم در این مسیر شرکت نکنند. من اگر امروز توفیق ازم سلب شده و در این مسیر حضور ندارم، به خاطر وجود همین شایبه هست که اگر داره اتفاقی مصادره به مطلوب میشه و حکومتی قلمداد میشه،
من نبایستی به این به اصطلاح قلمداد شدنش کمک بکنم و محروم شدم از این حضور و توفیقش رو نداشتم. این توفیق از من سلب شده به واسطه اینکه شاید نگاه این هست که هزینه های دولتی با نارضایتی بعضی از مردم داره اتفاق میفته. این نیست که اتفاق نیفته، مشخصا چیزهایی که اعلام کردن حالا ممکنه که یک مقدار ادراک توش باشه، ولی این اتفاق داره میفته و هزینه های دولتی رو بخشی از مردم نمیپسندن و این رو ما فکر میکنیم که اتفاق خوبی نیست، گرچه تضمین شده هست نام حسین علیه السلام و سوء استفاده از اینها به خود کسانی که سوء استفاده خواهند کرد برخواهد گشت. سپاسگزارم از شما. با تشکر از آقای عباس معینی که از تهران با ما همراه بودند.